سلام و درود میگم خدمت همه دوستان. امیدوارم مثل همیشه خوب و سرحال باشید. زمانی که نازی‌ها در سال 1941 وارد اتحاد جماهیر شوروی شدند و یک افسر جوان ارتش سرخ رو به قتل رسوندند، هرگز انتظار ایجاد چنین خشم و غضبی رو نداشتند. در این برنامه با ما همراه باشید تا ماجرای عجیب زنی که برای انتقام شوهرش تانک خرید رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جا نمونید. زمانی که ماریا اوکتایا برسکایا 2 سال بعد خبر فوت همسرش رو شنید، تصمیم گرفت پول و عمرش رو صرف انتقام گرفتن برای مردی کنه که عاشقش بود. ماریا قبل از اینکه قاتلان شوهرش رو منفجر و هزار تکه کنه، در خانواده‌ای فقیر با 10 فرزند در کیف اوکراین متولد شد. او در بزرگسالی به یک کمونیست سرسخت تبدیل شد و قبل از ازدواج با یک افسر ارتش شوروی در سال 1925 در کارخانه کنسرو به عنوان اپراتور تلفن کار می‌کرد. آن زمان همانند بسیاری از زنان در اتحاد جماهیر شوروی، ماریا نیز پس از ازدواج با یک ارتشی هر روز به امور نظامی علاقه‌مندتر می‌شد. قبل از وقوع جنگ جهانی دوم، او در شورای زنان نظامی فعالیت داشت و در آنجا پرستاری، استفاده از اسلحه و رانندگی آموخت. مهارت‌هایی که بعدها به دردش خورد. پس از آغاز جنگ جهانی دوم، 2/3 نیروهای رایش به میهن ماریا یورش آوردند و قسمت زیادی از اون رو نابود کردند. ماریا به همراه دیگر شهروندان شهر رو تخلیه کردند، اما همسرش باید میماند و مبارزه میکرد. در نهایت نیروهای آلمانی به کیف رسیدند و همسرش در نبرد کشته شد. از آنجا که ماریا در سیبری بود، 2 سال بعد از مرگ همسرش باخبر شد. گذر زمان تأثیر زیادی بر فروکش کردن خشمش نداشت. او به خواهرش نوشت: گویی با آتش غسل تعمید شدم. گاهی آنقدر خشمگینم که نمیتوانم نفس بکشم. او برای انتقام نقشه کشید. ماریا تصمیم گرفت که انتقام باید به دست خودش صورت گیرد. این زن بیوه در سیبری تمام دارایی‌هایش را فروخت و پسنداز تمام عمر خود را به مبلغ 50,000 روبل به ارتش سرخ داد تا برایش یک تانک بسازند. او در نامه‌ای که برای کسب اجازه به جوزف استالین نوشت، از او خواست که نام این تانک T-34 را همسر مبارز بگذارد و اینکه خودش آن را تا خط مقدم ببرد. استالین با درخواست او موافقت کرد و این مبارز مشتاق به سرعت به یک دوره 3 ماهه آموزشی اعزام شد. موافقهای او نسبت به این بیوه 38 ساله مشکوک بودند، اما او خیلی زود خود را اثبات کرد و به راننده و مکانیک 26مین گارد تیپ تانک تبدیل شد. زمانی که بسیاری از اعضای ارتش شوروی تصور می‌کردند همسر مبارز تنها یک شایعه است، ماریا تانکش را به میدان برد. پس از اولین رویارویی با نازی‌ها، شک و تردید افسران شوروی درباره مهارت‌های مبارزه ماریا پایان یافت. در اولین نبرد، این تازه سرباز 10 تن از سربازان نازی و سلاح‌های ضد تانک را از بین برد و اولین کسی بود که خطوط دفاعی آلمان را برهم زد. برای عمل کرده قهرمانانش به مقام گروهبان ارتقا یافت. در نوامبر سال 1943 که یک تیم ضد تانک چرخهای تانکش را منفجر کرد، این بیوه کینه‌توز بار دیگر خود را نشان داد. به جای ماندن در اتاقک تانک، جانش را به خطر انداخت و بیرون پرید. همرزمهایش او را پوشش دادند و ماریا توانست تانک را تعمیر کند و به داخل تانک برگردد. او 2 بار دیگر در میدان نبرد این کار را کرد. آخرین نبرد ماریا سال بعد اتفاق افتاد.
این گروهبان شوروی واحدش را با چنان مهارتی به سمت خطوط نازی‌ها هدایت کرد که توانست قبل از انفجار چرخ‌های تانکش توسط دشمن دو سنگر نازی‌ها را برهم بزند. یک بار دیگر ماریا امیدوار بود بتواند بار دیگر آن را تعمیر کند. همانطور که مشغول به کار بود، یک گلوله ی توپ آلمانی نزدیکش منفجر شد و فوراً او به کما رفت. دو ماه بعد از آخرین مبارزه، گروهبان ماریا اوکتایا برسکایا تسلیم زخمهایش شد و به همسرش پیوست. 5 ماه بعد به او نشان قهرمان اتحاد جماهیر شوروی داده شد که بالاترین افتخاری بود که به اعضای ارتش در میدان نبرد اعطا می شد. تو دنیای امروزی که ما زندگی می کنیم، عشق معنا و مفاهیم مختلفی پیدا کرده. ولی عشقی این چنینی بسیار کم، یا بهتره بگم نایابه. عشقی که باعث بشه یک زن از تمام دارایی‌هاش، آینده‌اش و حتی از جانش بگذره تا انتقام همسرش رو بگیره. آیا فکر می کنید عشق شما حاضر باشه برای شما همچین کاری رو انجام بده؟ برای همتون داشتن چنین عشق پاکی رو آرزو می کنم. نی من منم، نی تو توی، نی تو منی. هم من منم، هم تو توی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کن در غلطم که من توام یا تو منی.